صفحه 104 او و اودیل بعد از ظهرها بیرون می رفتن و در خیابان بازگم قدم می زدن. دو طرف این خیابان را ویلاهایی با حصارهای سفید و بیشه هایی به رنگ سبز سیر مایر به سیاه گرفته بودن. گهگاه کاجی می دیدن. سر چهارراه فیشر، منزواک چند مغازه کنار هم به چشم می خوردن. آنجا یک سالن چایخوری هم به چشم می خورد که سقف خیلی بلند و شیشه های بزرگی داشت و میزهای کوچکی که انگار در نارنجستانی گم بودن. انتهای خیابانی سراشیب دریا بود. وسط میدان مشرف بر پلاژ باجه تلفن قرمز و تنهای علم بود که اگر کسی داخلش می رفت باید روی یک لایه شنی چند سانتی متری پا می گذاشت. با این حال تلفن هنوز کار می کرد و کتابچه های راه نمانو بودن. یک بعد از ظهر لویی به بروسی تلفن کرد، البته به خرج خود او، چون باید شماره کابین را می داد تا خودش بعد از نیم ساعت بود تماس بگیرد. وقتی زنگ تلفن در آن فضای حزن‌انگیز پیچید، لویی و اودیل از جا پریدند. صدای زنانه ژاکلین بواوه نامزد بروسیه، گوشی رو میدم به ژان کلود. لویی از بروسیه پرسید تا کی میتونن اقامتشون رو در برنموز به تأخیر بیاندازن. بروسیه گفت تا هفته ی آینده. او هم خودش رو آماده میکرد که با ژاکلین به تعطیلات برود. کجا؟ به خوابگاه دانشگاه در محله آلمانی مرته که به همه ایستگاه‌های هومه و آب گرم اروپا می‌ارزید. پای تپه‌های شنی لایه‌های علف روییده بودند. گاهی نوک این تپه‌ها نیمکتی هم دیده می‌شد. تا لب دریا دویدن. آب سرد بود. ولی شط را بردن چون آکسل تحریکشان کرده بود که نمی‌توانند در ماه آوریل در برنموز شنا کنند. جاده را تا فیشر منزواک بالا رفتن. حوله های گلوله شده را توی ساک پلاژ گذاشته بودند. باد نسبتاً شدیدی می‌وزید. برای نوشیدنی چیزی وارد یک سالن چایخوری شدند که شبیه انبارهای نگهداری پرتغال بود. بهتر نبود چند ماهی آنجا می‌ماندند. آکسر هتل کوچکی برایشان پیدا می‌کرد. شاید هم میزبانیشان را بر عهده می‌گرفت. آنها پاریس را فراموش کرده بودند. خوشحال بودند که زبانی خارجی را سر میزهای کناری می‌شنوند. زبانی که خیلی زود یادش می‌گرفتند و با این احساس که زندگی تازه‌ای را شروع کردند به این زبان با هم حرف می‌زدند. انتهای مسیر تپه‌های شنی بازگام به مردی برخوردن که یک بارانی آبی آسمانی تنش بود و یک کلاه کاسکت چهارخانه روی سرش. مرد شروع کرد به حرف زدن، ولی آنها چیز زیادی از حرف‌هایش نفهمیدن. پرسید آیا دانشجوی فرانسوی‌اند؟ با شنیدن جواب مثبت یک کارت شناسایی را که نوشته‌های بنفشی داشت تکان داد و چند مرتبه عبارت دتکتیو سینما را تکرار کرد. شاید می‌خواست شغلش را بگوید. بعد عهدهای بلیط به آنها داد. صندلی‌های رایگان برای تعداد زیادی فیلم. فرصت نکردند تشکر کنند. داشت دور می‌شد. باد بارانی گلوگشادش را مثل پرچمی تکان می‌داد. سالن سینما در کرسترچ بود که جز منطقه های هومه برنمورس به شمار می ره و فاصله زیادی تا بازگم کالج نداشت. نمایش فیلم ساعت 9:30 شروع می شد. از روی پل استور گذشتن. دو طرف این رودخانه را علفزار گرفته بود و چمنها موقع غروب خورشید آبی رنگ می شدن. انتهای پل باقی کنار آب گسترده شده بود که آلاچیق مخصوصی برای اجرای موسیقی زنده داشت. همینطور آلونک‌هایی برای بازی با ماشین‌های سکه‌ای و شلیک تفنگ بادی. بوفه‌های کوچکی هم جلوی اسکله‌های شناور بودند که در طول روز چند قایق اجاره‌ای با آنها بسته شده بودند. بعدها این پارک تفریحی، این رودخانه و سر و صدای ماشین‌های سکه‌ای با بوی اسخ و دوس اودیل به ذهن لویی برمیگشت. اودیل آن شیشه عطر را تای گنجه اتاقشان در بازگم کارش پیدا کرده بود. بلندگویی موسیقی و آواز پخش میکرد. گروه هایی که به آنها تدی بویز میگفتن با کت چرمی مشکی جلوی آلونک ها جمع میشده. حتی قبل از اینکه از روی پل بگذرن صدای حرف ها و خندهشان به گوش میرسید. در تاریک روشن یکی از میزهای بوفه اصلی دختری تنها نشسته بود که او هم کاپشن چرم مشکی تنش داشت. یک دختر موهنایی با بینی لندی نوک بالا. زنجیر بزرگی به گردنش انداخته بود که حدود 20 مهره داشت. یک شب این اشیای مقدس را به اودیل و لوی نشان داد. اسمهایی روی مهره ها حک شده بودند.
ژان پیر، کریستیان کلود، برنارد میشل، مهره‌ها مربوط به فرانسوی‌هایی بودند که او شبانه در اسکله بورن مورس با آنها آشنا عاشقشان شده بود. بقیه یعنی تدی بویز ها با او حرف نمی زدن و مثل تومون زده ها با او برخورد می کردن. آخر گناهشه بود که فرانسوی ها را دوست داشت. هر بار وارد سینما می شدن می دیدن مرد بارانی آبی خیلی شق و رق کنار صندوق ایستاده است. او چراغ قوه‌ای در دست داشت و آنها را تا صندلیشان راهنمایی می‌کرد. تماشاگرانی که روی صندلی‌های چوبی و قهوه‌ای سوخته سالن می‌نشستند، هیچ وقت زیاد نبودند. در مدت نمایش فیلم، مرد با همان کلاه کاسکتش وسط سالن می‌رفت و می‌آمد. هر از گاهی روی یک صندلی می‌نشست و دور و برش را نگاه می‌کرد. فیلم که تمام می‌شد، دوباره سر پستش جلوی صندوق برمیگشت. به تک تک تماشاگرها دقیق میشد و با تکان دادن سرش با ادیل و روی خداحافظی میکرد. آن موقع باید در مورد کارش که دتکتیو سینما بود سوال میکردند، ولی قیافه جدی و نگران آن مرد از پاچهشان میکرد. روی قصد داشت هدیهی به او بدهد و به خاطر بلیط تشکر کند. از آکستر پرسیدند دتکتیو سینما چه جور شغلی است. او هم چیزی نمی‌دانست و اولین بار بود که چون این چیزی می‌شنید. موقع برگشتن به بازکمکارج معمولاً پنجره بزرگ طبقه همکف روشن بود. یک شب که داشتن از وسط باغ می‌گذشتند، آکستر آنها را دید. از روی پلکان علامتی داد و به نوشیدنی دعوتشان کرد. وارد سالن بزرگی شدند که پر بود از مبل و کاناپه چربی. پاهایشان در پرس‌های قالی فرو می‌رفت. تابلوهای روی دیوارها صحنه‌های شکار را نشان می‌دادند. تصویری توجه لویی را جلب کرد. اعضای یک خانواده دور دلیجانی جمع شده بودند که داخلش پسر جوان افسرده‌ای دیده می‌شد. این تصویر اسم داشت: رفتن به کالج. آکسر گفت: همسرم. او روی یکی از کاناپه‌ها کنار زن دیگری نشسته بود. موتلایی و تنومند بود. قیافه جدی و چشم‌های آبی داشت و خیلی موسنتر از آکسر نشان می‌داد. لویی و اودیل مملینگ. آکسر همچنان وانمود می‌کرد آنها خواهر و برادرند. زن به زبان فرانسه گفت: خوشبختم. به زور لبخند می‌زد. همسر دوستم هارولد هاوارد را هم معرفی می‌کنم. این یکی نگاه نصف و نیمه‌ای به آنها انداخت. همقد خانم آکسر بود، با موهای خرمایی خیلی کوتاه و صورتی چهارگوش و مردانه. چوب سیگاری را بین دندانهایش می‌گذاشت و بر می‌داشت. هر دو زن به گفتگویشان ادامه دادند و دیگر هیچ توجهی به اودیل و لویی نکردند. آکسر که از سردی رفتار آنها ناراحت شده بود، چند بار سرفه کرد. لویی برای اینکه خودش را نگه دارد، تابلو را تحسین کرد: قشنگ. آکسر گفت: ولی این رفتن به کالج غم‌انگیز هم هست. به نظر شما اینطور نیست؟ فکرش را بکنید. گاهی خواب می‌بینم باید به کالج برم. در سن و سال من متوجهید که صدایی از پشت به زبان فرانسوی تقریباً بی‌نقصی گفت: بین آدم‌های احساساتی میشل رو دست نداره. آنها متوجه آمدنش نشده بودند و هر سه برگشتند. دوستم هارولد هاوارد رو معرفی می‌کنم. یک غول موهنایی با صورت کک و مکدار، ژاکت ارغوانی یقه گرد، کت پشمی زخیم و شلوار مخملی سبز و گشاد. هارولد یکی از همکاران قدیمی تو ترینیتی کالج. آکسر آنها را به گوشه یه سالون کشم تا از پرحرفی دو زن دور باشن. هاوارد روی مبلی نشست و پاهای بلندش را لب پنجره گذاشت. آکسر روی سرش خم شد و آهسته به زبان فرانسه گفت: برام یک کارت پستال از گی بورژس اومده. هاوارد با تعجب گفت: گی؟ نه، امکان نداره. آکسر نیم نگاهی به دو زن انداخت، انگار باید این ماجرای مهم از آنها مخفی بمان. بعد کارت پستال را از جیب کتش بیرون آورد و گرفت طرف هاوارد. او مدت زیادی با قیافه در هم نگاهش کرد. واندرفولد اولد بوی باید اونجا به بدبختی افتاده باشه. هاوارد که هیجان زده شده بود، ناخودآگاه کارت پستال را دست لویی داد. منظره پارکی در مسکو، پشت کار چند کلمه ساده: With kind regards from God.
کارت را به آکستر برگردان و او توی جیبش گذاشت. سال بعد در سانی هوم روی ماجراهای بورژس و دوستانش را میخواند و این اسم یعنی گی بورژس کافی بود تا تمام فضای برنموز، گلهای ستومانی، پلاژ باسکوب، طراوت پیچک ها، های دتکتیو سینما و عطر استخ و دوست و دیل را به خاطر بیاورد. آکستر اعلام کرد می نوشیم به سلامتی گی. What is your poison؟ هاوارد گفت یعنی چی می نوشید؟ آکستر مایه با برق ارغوانی که با ژاکت هارولد هاوارد جور در می آمد توی لیوان ها کوچک ریخ. با وقار گفت به سلامتی گی. هارولد گفت به سلامتی گی عزیز. لیوان ها را به هم زدن. آکستر گفت گی همکار ارشد ما تو دارموس و کمبریج بود. هارولد با لبخند گیرایی به اودیل و لویی زل زده بود. کار شما چیه؟ لویی گفت کار مهمی نداریم. آکستر گفت اونا هنوز خیلی جوونن که بخوان کار بدی انجام بدن. اودیل زد زیر خنده گفت یا کار خوب؟ آکستر و هاوارد با حرکتی تقریبا هماهنگ پیپ‌ها را از جیبشان بیرون آوردند. آکستر پیپ خودش را چاق می‌کرد در حالی که هارولد همچنان به اودیل و لویی خیره مانده بود. آکستر متفکرانه گفت بله درسته، شما هنوز بچه‌اید. اودیل و لویی کنار هم روی کاناپه نشسته بودند و نور لامپ روشنشان می‌کرد. آکستر و هارولد نگاهشان می‌کردند. آنها مانند دو پروانه بی حرکت بودند که روی پارچه‌ای چسبیده و علاقه‌مندها تماشایشان می‌کردند. حالا هم آکستر هم هارولد پیپ‌ها را در دهانشان گذاشته بودند. صدای پچ‌پچ زنها که آن طرف سالن وراجی می‌کردند به فهمی نفهمی به گوش می‌رسید. شاید آنها از دوری زنهایشان استفاده می‌کردند تا خستگی در کنند و راحت باشند. درست مثل عادت مدت‌ها قبل توی اتاق ترینیتی کالج، آکستر یقه پیراهنش را باز کرده و ماهیچه ساقش را از روی دسته مبل آویزان کرده بود. هارولد هاوارد هنوز پاهایش را لب پنجره گذاشته بود و جوراب‌های بژ پشمی و گشادش آرام روی قوزک پایر سر می‌خوردند. هارولد گفت باید یکم انگلستان رو ببینید. اگه بخواین من و مایکل میتونیم شما رو ببریم گردش. مگه نه مایکل؟ مثلا میتونیم شما رو ببریم دیدن کمبریج. با کمال میل. ولی گمونم باید برگردن فرانسه. بله پس فردا باید حرکت میکردن. پریشانی در رگ و پی لوی دوید. باید در پاریس چه میکردن؟ احساس میکرد باید برای این دو انگلیسی درد و دل کند و حتی از آنها بخواهد نصیحتش کنند. هرگز کسی او و اودیل را نصیحت نکرده بود. توی دنیا تنها بودند. هارولد پرسید واقعا باید برین؟ و با حرکتی عصبی پیپش را به پاشنه کفشش زد و خالیش کرد. چرا باید برین؟ روی از درشکستگی کودکانه و از نگرانی و عاطفه‌ای که در نگاه هارولد هاوارد خوانده می‌شد شگفت زده شده بودن. اصلا با شانه های پهن آن غول، با آن کت پشمی زب، با آن مخمل راه را، با آن بوی تند پیپ جور در نمی آمد. آکستر با همان اتوبوسی که دنبالشان آمده بود و صاف همتون همراهیشان کرد. هر سه انتهای این اتوبوس خالی نشسته بودن و حرف نمی زدن. آکستر متفکرانه پیپ می کشید. هوا ملال‌آور بود. اتوبوس رفت و روی سکوی بارگیری مقابل انبار گمرکی ایستاد. آکستر وسایل را برداشت و خودش را به مامورهای گمرک معرفی کرد. لحظه‌ای که می‌خواستن سوار نورمانیا شوند، شانه لوی را گرفت. به هر حال بهتر نسبت به رولان محتاط باشید. نباید بذارید سوارتون بشه. پسر خوبیه ولی یکم. دنبال کلمه میگشت. یکم ماجراجوی. آنها به جان پناه تکیه دادند و منتظر حرکت ماندند. آکستر پیپ به دهان روی رکاب اتوبوس ایستاده بود و دو دستی برایشان دست تکان میداد. رالو هاور، بژاردی و نیکول هاز مقابل خروجی گمرک منتظرشان بودند. نزدیک ساعت 8 شب بود و هوا تاریک. بژاردی با صدای بیخاری گفت سفر خوب بود. نیکول هاز بدون هیچ حرفی با آنها لبخند می‌زد. هر دو روی صندلی عقب ماشین بژاردی نشستند.
او پشت فرمان نشست و نیکل هاس کنارش. تون رانندگی می کرد و به نظر عصبی می آمد. او و نیکل هاس هیچی حرفی با هم نمی زدن. انگار قهر بودن. به جاردی پیچ رادیو را چرخان و کم کم صدایش را زیاد کرد. نیکل هاس گفت: خب رولاند، تصمیم گرفتید؟ نمیدونم کوکو، شاید مسافرخانه ی اوتوی. نه، نظر چیه؟ جوابی نشنید. سرش را طرف اودیل و لویی چرخان. شما حتما خسته اید. احمقانه است که بخواهید 3 ساعت دیگه هم تو جاده باشید. میتونیم بریم یه مسافرخونه، مگه اینکه بخواین یک راست برگردید پاریس. لویی بدون اینکه جوابی بدهد دست اودیل را گرفت و فشار داد. حس می کردن آنها می خواهند چیزی بگویند و نمی گویند. به هر شکل بجاردی صدای رادیو را باز هم بیشتر کرد. شام می خوردن. نیکل هاس نخواسته بود به سالن غذاخوری بزرگ و خاری مسافرخانه برود و بجاردی یکی از میزهای نزدیک بار را انتخاب کرده بود. معلوم بود از دست بجاردی دلخور است، ولی سعی می کرد با اودیل و لویی خیلی مهربان باشد. بجاردی پرسید: آکستر چطور بود؟ خوب بود؟ نظرتون درباره ی آکستر چیه؟ نیکل هاس این را بلا فاصله پرسید. انگار میخواست به سوال او جواب بدهند. نه، سوال بجاردی. لویی گفت: خیلی دوست داشتنی. ظاهراً وقتی شما باهاش در نوعی آشنا شدید، مدیر یه رستوران تو کرجی بودید. بجاردی با دستپاچگی گفت: آه، این رو براتون تعریف کرد؟ نیکل هاس با تمسخر پرسید: یه کرجی داشتی رولان؟ تو یه کرجی؟ بجاردی گفت: نه، من و بروسیه یه رستوران روی کرجی را انداخته بودیم، طرف جنگل بولونی. حالا این کرجی رو چه کار کردی؟ بجاردی که داشت از گوره در می رفت گفت: جزء اموال تورین کلوپ دو فرانس بود. خیلی دوست داشتم روی این کرجی می دیدمت. کلاه ملوانی سرت بود و با همان حرکت بی‌حال بار اول در پاریس، با همان فندک زیپویی که لویی را شگفت زده کرده بود، سیگاری آتش زد. گفت: آکستر یه انگلیسی واقعی، زنش رو هم دیدید؟ بله. آدم خیال میکنه مادرشه، مگه نه؟ بجاردی به سردی گفت: ولی سنشون یکی. اوه نه، باید همون اندازه که بین من و تو اختلاف سنی وجود داره بین اونا هم باشه. بجاردی شانه بالا انداخت. زورکی آرامشش را حفظ میکرد. اودیل با علاقه و نوبتی به بجاردی و نیکل نگاه میکرد. نیکل در حالی که به بجاردی اشاره میکرد از اودیل پرسید: به نظر شما اون پیرتر از من نیست؟ اودیل مانده بود چه جوابی بدهد. لویی سرش را پایین انداخت. اودیل با خجالت گفت: نه، به نظرم اینطور نیست. نیکل گفت: معلومه دختر مهربونیه و خیلی با تربیت. بجاردی گفت: خیلی با تربیت‌تر از تو کوکو. صورتش دوباره نرم شد و دست نیکل را گرفت. لویی فکر کرد وقتی نیکل جلوی دیگران مسخرش می‌کند، او لذت می‌برد. این یک بازی بین آنها بود. بجاردی همانطور که دستش را نوازش می‌کرد گفت: هیچ وقت کسی به بد اخلاقی کوکو ندیدم. لویی به فندکی که نیکل روی میز گذاشته بود نگاه می‌کرد، برداشتش، روشنش کرد و به دود سیاهی که از شعله بلند می شد خیره ماند. وقتی مدرسه می رفتم آرزو می کردم یکی از این فندک ها داشته باشم. نیکل پرسی: جدی؟ پس مار شما. نیکل لبخند زد، لبخندی شیرین و پرمعنا. چرا این فندک مار شما؟ در عمارت دوم مسافرخانه که طرف دیگر باغ بود، 2 اتاق برای شب رزرو کرده. لحظه که داشتن از بار بیرون می رفتن، بجاردی بازوی لوی را گرفت و عقب کشیدش. بابت لطفی که به من کردید ازتون متشکرم. تو پاریس درباره اش صحبت می کنیم. می دونید لوی، حق ماموریت شما محفوظه. اوه، لازم نیست، جدی میگم. حتی اگر بجاردی یادش می رفت این کارمزد را به حسابش بریزه، شاید لوی باز هم از ته دل راضی می بود. چرا؟ در این سن پول تو جیبی لازمتون میشه. خودشان را به اودیل و نیکل هاس رساندن که باغ را پشت سر گذاشته بودن. فانوسی به عمارت دوم مسافرخانه وصل شده بود و جلوی پایشان را روشن می کرد. از پلکان خروجی وارد طبقه‌ای شدن که در اتاقهایش به دالانی با نرده‌های سبز رنگ چوبی باز می شد. شب بخیر. شب بخیر. اتاقهای دیوار به دیوار را گرفتن. حدود ساعت 2 صبح لویی و اودیل با سر و صدای بجاردی و نیکل هاس بیدار شدند.
اول نمی فهمیدن چه می گوین. به جاردی بی وقفه حرف می زد. لویی فکر کرد دارد چیزی می خواند یا با کسی پشت تلفن صحبت می کند. نیکل هاست فریاد می کشید که صافت. ساکت باش. چیزی زمین افتاد و شکست. تو دیوانه ای. الان همه رو بیدار می کنی. بیدار می شن که بشن. ادیل گفت به نظر دارن همدیگر رو کتک می زنن. سرش را به شانه ی لویی چسبانده بود. هیچ کدامشان جم نمی خوردن. نیکل هاست هوار کشید پولت رو نگه دار برای خودت. من ماشین رو بر می دارم و بر می گردم پاریس. تمومش کن دیگه. یکی از آنها به دیگری سیلی زد. سر و صدای هول دادن. کلاه بردار. تو یک کلاه بردار پس فطرتی. خفش و قاتل. کوکو. رابوت با دست جلوی دهانش را گرفته بود. چون صدای خفش مثل ناده شنیده می شد. آشغال کثافت. ای بابا آروم باش. آهسته تر حرف می زدن. ناگهان خندیدن. سکوت. گهگاه نیکل نالهی سر می داد که هر بار بریده تر از دفعه پیش بود. ادیل و لویی با چشمهای گرد شده از تعجب بی حرکت مانده بودن. روی سقف با ساب‌های نور بازی می کردن و شکل‌هایی مثل داربس می ساختن. لویی گفت یعنی دارن چه کار می کنن؟ چند لحظه بود که توی این اتاق همان حس اسارت و خفگی در کالج و پادگان سراغشان آمده بود. مثل وقتی که روزها پشت سر هم می گذرن و آدم از خودش می پرسد اینجا چه کار می کند و باورش نمی شود که تو ابد محبوس نیست. ادیل گفت بهتره بریم. رفتن. البته به جاردی هیچ تسلطی روی او نداشت. هیچ تسلطی. هیچ حسابی با او نداشت. هیچ چیز و هیچ کس بر او مسلط نبود. حتی حالا کمیته انضباطی کالج و پادگان هم غیر واقعی و بی ضرر به نظرش می رسید. درست مثل خاطره یک پارک. میدان جوسیو هوای آن شب خوب بود و بروسیه پشت یکی از میزهای تراس منتظرشان نشسته بود. با آمدن ادیل و لویی بلند شد و بغلشان کرد. این حرکت با ابراز محبتی غیرعادی همراه بود. از موقع رفتن آنها به انگلستان او خیلی تغییر کرده بود. یک بلوز ورزشی قدیمی آبی آسمانی می پوشید. با کفش‌های ورزشی روی صورت لاغر شده‌اش تحریشی نشسته بود و گهگاه دستی به آن می کشید. لویی باید خبر مهمی بهتون اعلام کنم. من دیگه با بژاردی کار نمی کنم. تموم شد. پیروزمندانه منتظر واکنش لویی و ادیل بود. ادیل پرسید حالا خیال دارید چه کار کنید؟ گوش کنید. من هیچ وقت این اندازه خوشحال نبودم. سینه‌اش را باد کرده بود. بله به عنوان شنونده آزاد تو دانشکده علوم ثبت نام کردم. اینطوری احساس میکنم به ژاکلی نزدیکترم. کلاس‌های ما توی یه ساختمون تشکیل میشن. خیابان ساحلی سن برنارد. لوی پرسید با بژاردی کلن قطع رابطه کردید؟ کلن دیگه نمیخوام ببینمش. یه دوره از زندگیم رو بوسیدم و گذاشتم کنار. حالا دیگه یه آدم دیگم لوی. بین آن مسافر تاجر با آن صورت پف کرده که لوی در سندلو دیده بود و این مرد با این بلوز ورزشی و این چشمهای براق و این گونه های نظار هیچ تشابهی وجود نداشت. آیا هنوز کلاه‌های اتریشیش را نگه داشته بود؟ بروسیه گفت من رو ببخشید. لباس مضحکی تنمی. دارم از سالن ورزش میام. هفته یه بار میرم. لوی یک دفعه گفت من چی؟ قراره با بژاردی تنها بمونم؟ منو میندازید و میرید؟ نه خیر، امیدوارم شما هم از من پیروی کنید. ژاکلین دیگه باید پیداش بشه. کلاس امشبش یکم طولانی تره. با حرکتی اغراق‌آمیز مثل کشیدن جارو به میدان مقابلش اشاره کرد. من عاشق محله جوسیوم بیرون خوابگاه دانشگاه. من و ژاکلین هیچ وقت اینجا رو ترک نمی کنیم. میدان با درخت های شبیه میدان های شهرستان ها بود. چند نفری لب پیاده رو گوی بازی می کردن. در کافه کناری صدای موسیقی از گرامافون بلند شد. باید این محله رو نشونتون بده. نزدیک اینجا باغ گیاهان رو داریم و میدان مبارزه لوتوس که هر از گاهی ژاکلین منو میبره اونجا وقتی به رستوران دانشگاه یا غذاخوری خوابگاه نریم. توی یه رستوران مکزیکی کنار میدان مبارزه لوتوس شام میخوریم. اگه بخواین یه شب با هم میریم اونجا.
صدایش دیگر آن لهجه غلیظ پاریسی را نداشت. شور و حرارتی بین صدا جان میداد و واضح و خوش آهنگش میکرد. طرز حرف زدن همیشگیش را کنار گذاشته بود و واژه‌های عامیانه‌ای مانند سلمونی، چندرغاز، مایه پایه، کشکی که قبلا ورد زبانش بودند حالا دیگر در دهانش نمی‌چرخیدند. ژاکلین بوآون با کیف کلاس روی زانوهای سر میز نشسته بود و پرسید: کلاس خوب بود؟ خیلی خوب. رو به اودیل و لویی کرد. خوشحالم که دوباره شما رو میبینم. ژان کلود براتون توضیح داد. نگاهش دنبال یک نشانه یه تایید میگشت. لویی گفت به نظرم حق داره. بروسی یه پیشنهاد کرد. تا خوابگاه دانشگاه با ما میاین. میتونید اونجا یه چیزی بخوریم. ژاکلین من کیفت رو بر میدارم. ژاکلین بوآون بازو به بازوی بروسیه و این یکی کیف به دست از مقابل دبیرستان هانری چهارم و بعد کلیسای سنت آتین دومون گذشتند و به میدان پانتئون رسیدند. بروسیه پرسید: این محله رو میشناسید؟ اودیل گفت: نه، من که دانشجو نبودم. برای دانشجو شدن هیچ وقتی نیست. این هم نمونش. خودش رو با انگشت نشان داد. لویی گفت: فقط کافیه برگه ثبت نام رو پر کنیم. در میدان سوفلو جلوی تراس‌های ماهیو چند گروه در حالی که از شب راز می‌رفتند بحث داغی را دنبال می‌کردند. بروسی جمع نمی‌خورد. اودیل و لویی کنار آنها وسط این خوشه پر از آدم تنه می‌خوردند و با موجشان کشیده می‌شدند. خوشبختانه بروسی با یک دست محکم نگهشان داشت. با لحن جدی راهنماها گفت: سمت راست بلوار سن میشه کاپولاد رو می‌بینید. بعدش کنار کتاب‌فروشی پیکار که من و ژاکلین زیاد میریم اونجا، همینطور شاندکلر فروشنده یه دیسک، پایین تر ژیلبر رو میبینید که من گاهی کتاب های کهنه رو اونجا میفروشم تا پول تو جیبم در بیاد، و کافه دو کلونی، طبقه اول کافه دو کلونی بیلیارد بازی میکنن. صدایش گرفت، انگار یکو وحشت برش داشت نکند برای نشان دادن جاذبه های بیشمار محله وقت کم بیاورد که یک عمر هم کافی نباشد. توی ایستگاه لوکسانبورگ در انتظار ورود قطار خط سور روی نیمکت نشستن. لویی: شما باید راهی رو که من رفتم برید و دیر یا زود با رولان قطع رابطه کنید. اودیل: قطعا شما روی اون تأثیر گذارید. دیگه نباید با بژاردی کار کنید. در قطاری که آنها را به خوابگاه دانشگاه می برد بروسیه ژاکلین بوآون را با محبت به شانه‌اش چسباند. می خواهم روک و راس حرف بزنم. روی کفگیر رولان ته دیگ خورده. قبل اینکه کشتی بره ته آب بپرید بیرون. لویی پرسید: خیلی وقت می شناسیدش؟ احساس می کرد سوالهایی را که تا حالا بروسیه با آنها جوابهای گنگ داده بود می تواند دوباره پیش بکشد، و حالا که همه چیز بین او و بژاردی تمام شده توضیحات کامل و جزئیات دقیق را از دهانش بشنود. دو روز بعد جنگ با رولان آشنا شدم. تقریبا 20 سالی می شه. لویی گفت: ظاهرن یه زمانی شما روی کرجی رستوران زدید. آره، رستوران کشتی بیکران. کی به شما گفت؟ یه فاجعه حقیقی. رولان خواسته بود پیش خدمت ها لباس گاوچرون بپوشن. ماجرای مبارزه های قدیمی حوصله‌ات رو سر نمیبره عزیزم. ژاکلین با مهربانی شال بالا انداخت و نگاه معنیداری به اودیل کرد. حالا به ایستگاه دانفروشه رو رسیده بودن. 18 ساله بودم که با رولان آشنا شدم. 5 سال ازم بزرگتر بود. خم شد طرف لویی. نمایش غم‌انگیز رولان میتونه فقط در یک جمله خلاصه بشه: میخوام ولی نمیتونم. منو ببخشید، نمیخوام بددهنی کنم، ولی رولان همیشه میخواست گندگوزی کنیم. این همان بروسیه سنلو بود. در ایستگاه خوابگاه دانشگاه پیاده شدند. جلویشان پسر جوانی توپ فوتبالی را با پا جلو می برد. بروسیه توپ را قاپید و توانست تا پلکان دریبلش بزند و پسر جوان را وادار کند دنبال توپش بدود. از این حرکت موفقیت آمیز در پوستش نمی گنجید. گفت: بریم مغازه ترکی چیزی بخوریم. یکم پایین تریم. در بلوار جردان سمت استادیوم شالیتی رفته زیر درخت ها مهتابی های آبی و صورتی یک جور پیشخان شیشه ای را وسط پیاده رو روشن کرده بودند. دور و برش چند تا میز بروسی سفارش دار، 4 تا کلاپ ساندویچ و 4 لیوان نوشیدنی.
باد بوی پارک منصوری را همراه خودش می آورد و چون هوا مهتابی بود کاخ سلطان بیگ تونس را انتهای چمدان ها می دیدم. روبرویشان آن طرف بلوار خالی خانه ی علاقی بریتانیای کبیر که بروسیه گفته بود سرسرای قاب کاری شدهش را دوست دارد دیده می شد. توی ایستگاه کمی بالاتر گهگاه اتوبوسی خالی راه می افتاد. بروسیه پرسید برنامه‌تون برای تعطیلات چیه؟ او و ژاکلین تصمیم گرفته بودند ماه ژوئیه و او در پاریس بمانند. صبح روی چمن خوابگاه دانشگاه آفتاب بگیرند و بعد از ظهر هم نقش توریست‌ها را بازی کنند. به دیدن انوالید، لوور، برج ایفل و سن شاپل بروند و شب توی قایق‌های رود سن شام بخورند. شاید هم دل به دریا بزنند و سوار یکی از اتوبوس‌های سیر و سیاحت هماهنگ شوند. و تا ورسای بروند و آنجا کنار آبگیر نپتون در نمایش صدا و نور شرکت کنند. ژاکلین گفت این کارها تو تعطیلات کافم وجود داره، بهتر شما هم با ما بیاین. بروسیه گفت مهم اینه که سیاحت هماهنگ شده رو انتخاب میکنیم. میتونیم با راهنماها اوضاع رو کاملا در دست داشته باشیم. متوجه لویی راهنماها؟ روی این واژه تاکید میکرد. بله، او از مدتی پیش نیاز شدیدی به سازماندهی و راهنمایی در خودش حس میکرد.